پس که شنیدی صفت روم و چین، خیز بیا ملک صنایع ببین. دوستان عزیز سلام و می‌دارستم جور ساعتمان و سرحال باشین. خوش آمدین به چینل کبرا تیوی با من محمد عزیز نیازی. امروز باز هم در شهر زیبای غزنی قرار داریم، مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی. دوست عزیز خواستم یک گزارش بسیار خوب و مناسب داشته باشیم. اکنون اینجا جایی که میبینیم آرامگاه شاعر و نویسنده توانای کشور، عارف بزرگ صنایع غزنوی میباشد. خواستیم معلومات های بسیار خوبی داشته باشیم. لطفا تا آخر ویدیو با ما باشید. حکیم صنایع غزنوی پدر ادبیات عرفانی، استاد بزرگ ادبیات دری و قافله سالار اشعار عرفانی. ابوالمجد مجدود بن آدم حکیم صنایع در سال 473 هجری در مدینه الاولیاء غزنی در یک خانواده علمی و عرفانی چشم به جهان باز کرده است. تحصیلاتش را در مدارس عالی آنجا به اتمام رسانیده است و بر تمام دانش‌های معمول و متداول زمان خود دست یافته است. صنایع در دوره اول فعالیت‌های ادبی خیش شاعر خوبی بود، اما در دوره دوم که دوره دیگرگونی او بود و نقد اجتماعی و تر اندیشه های عرفانی عاشقانه پرداخت. صنایع مدت زمان به مسافرت در شهرهای بلخ، هرات، نشاپور و سرخس پرداخت و با این فرصت به تصوف و عرفان گرایی و همین تولد دوباره وی می باشد. صنایع برای نخستین بار عرفان را وارد شعر دری ساخت، مثنوی های طولانی عرفانی را به وجود آورد، قصاید نعتیه را در زبان دری اساس گذاشت. این ابعاد وسیع فرهنگی او سبب شده است که شیخ فریدالدین عطار، مولانا جلال الدین بلخی، خاقانی، نظامی، عراقی، واحدی، سعدی، حافظ، بیدل و دیگر نظر داشته باشند و از آن پیروی به عمل آورند. یکی از مشخصات شعر این استاد بزرگ ادب دری و قافله سالار اشعار عرفانی در این زبان عنصر مبارزه است که او با قلم توانا بیان تند خود ارباب زر و زور را بی‌رحمانه مورد تازیانه کاری قرار داده و تا آخرین نفس های زندگی از این مبارزه بر حق دست نکشیده است. یکی از آثار گرانبهای او مثنوی عدیقت الاخیقه است که در 12,000 بیت و 10 باب که نخستین اثر منظوم عرفانی در زبان دری است. این اثر در حقیقت یک دایره المعارف عرفانی است و مولانا جلال الدین از آن به نام الهی نامه یاد کرده است. نصایح و اندرزهای حکیم صنایع پرتنوع و شعرش روان پرشور و خوشبیان است. صنایع دیوان مسعود سعد سلمان را انگامی که مسعود در اسارت بود برای او تدوین کرد. این عارف بلند پایه و شاعر گرانمایه که در تمام انواع و اقسام شعر از استادان بزرگ زبان دری به شمار می رود، در سال 529 هجری شمسی در شهر غزنی دیده از جهان فروب است. مزارش در این دیار زیارتگاه ارباب دل و صاحبان آل است. آثار صنایع غزنوی عبارتند است: عدیقت الاخیقه، سیر العباد المباد، دیوان قصاید و غزلیات، طریقت التحقیق، عقل نامه، عشق نامه، صنایع آباد، مکاتیب صنایع، کارنامه بلخ. صنایع از جمله بزرگترین عارفان متصوف به شمار می رود. باعث محترم شما خود معرفی میکنه؟ بله محترم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم نادرشاه باشنده ولایت غزنی از قیره خواجه حکیم صنایع. بسیار خوب، باعث محترم میشه بر ما لطفا بگین که
شما چقدر وقت میشه در اینجا تشریف دارین، خدمت میکنین و در باره شخصیت حکیم صاحب سنایی بر ما اگر چیز معلومات بدین؟ ما صاحب از پدر پدرم اینجا شتگی استیم، از بسیار وقت خدمت سنایی صاحب کردیم. سنایی صاحب شخصیت عالی قدر، در 470 پیدایش سنایی صاحب، در 545 وفات کرده، تقریباً با 75 سال عمرش تر شده، قطعی عمرش قطعی چیزی کم هزار سال از وقتی که مثلا ایسیب تر شده. هزار سال شده که رهلت نمودن؟ آسه. در باره حکیم صاحب سنایی، برای لیو که شاعر توانای بسیار خوب بود، دیگه چی معلومات هایی دارین در باره شخصیت زندگی فرنگی شان، شخصیت اجتماعی شان؟ سنایی صاحب خود شخصیت بزرگوار است که در سر حلقه کلی اولیاء علام باشه. و غیر از اینکه شاعری، حکیم سنایی صاحب مقام بسیار بالا داره، شخصیت بزرگ است، سر حلقه کلی اولیاء است. در غزنی ما سر حلقه کلی اولیاء است. این از تمام افغانستان تا تخار و فخار و بدخشان و هرات و قندوز و میمنه و کلی افغانستان در باره سنایی صاحب در زیارتش می، حتی از پاکستان می، حتی از ایران می در زیارتش. در کدام روزا زیادتر اینجا مردم با دعا کردن یا به میاد؟ روزاش خصوصا روز دربار سنایی صاحب، روز سه شنبه است دیگه، هر وقت میان، به خاطر که غزنی همه چیز مریضایی که در فاز کردن افغانستان ما که از طریق همین جنیاتی و مریضای دیگه که چی میشه باز میان در غزنی، هر وقت از تمام افغانستان، یعنی هر روزش که تو بگی آنی کمک شرایط خراب است یا کل افغانستان اینجا مربانی مونه، هر روز بس که شنیدی صفت رومچین خیز بیا ملک سرایی ببین. او را جایی نیست که با خاطر گفته سنایی صاحب که سنایی صاحب جان جای طاعت و شهر تمدن و شهر به اصطلاح اولیاء الله است، به این خاطر این شعر خود سنایی صاحب گفته که بس که شنیدی صفت رومچین خیز بیا ملک سرایی ببین، به این خاطر گفته که به حس رو بکین و به اصطلاح این چیزا این چیز. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب مرتضی جان، گفتم میتونین که امروز چطور اومدین در مکان، اینجا کجاست؟ شما همیش میان یا گاهی میان؟ به خاطر که امروز شما خیرالدین و امروز خودت اومدیم به پارک، به زیارت حکیم صاحب سنایی و گفتیم که یک یادش کنیم، به خاطر که شما هم اومده بودین، مهمان بودین امروز ما، باز اومدیم اینجا. مرتضی جان، بر ما گفتم میتونین اینجا تعداد گردشگرا زیاد است، کم از کدام روزا بیشتر میباشن؟ اینجا که از روزهای سه شنبه زیادتر است و دیگه هر وقت همیشه مردم میاین، از مردم خود افغانستان، از ولایت های تخار، قندهار، جلال آباد، از ایران و پاکستان، از هر وقت میاین اینجا مردم. خب بسیار خوب دوست عزیز، در این سفر ما مرتضی جان رو با خود داریم، انشالله از نقاط مختلف شهر باستانی غزنی دیدن خواهیم کرد و برای شما گزارشات بسیار جالب و دیدنی را به نشر میرسانیم. لطفا تا آخر ویدیو با ما باشید. سنایی از جمله بزرگترین عارفان متصوف به شمار می رود که اکنون نمونه از کلام او را به خوانش می گیریم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به امان ره که تو هم ره نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو حزیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار سنایی. بری از رنج و گذاری، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیه، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبیه تو جستن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق تو بودی، نبودین خلق تو باشی، نه بجنبی، نه بگردی، نه بکاهی، نه فضایی. همه عضوی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی.
لب و دندان سنایی اما توحید تو گوید مگر از آتش دوزخ بودش روح بیاید.